حالش حس داره. من 65 میلیون تو دختر اینجا کیدم، من حسابشون نمی کنم دایرکت میدن. اصلا دنبال این حرفا نیستم. رفته به دختر خالش گفته اینجا خونه داوود هزینه است، اینجا رد میشه، حواست باشه اینا خفگیرن. بعد دختره اومده بود اینجا کیدمو میخواد. گفتم آقا نخور، نمیخوام بخوری، برو اونور. میگفت پسر خالم خیلی کسکشه، در مورد طرف میزده. خیلی مردم کسکشن، خیلی. این آره. پخت هستم. خیلی کسکشم. ببین با چه ملتی داریم زندگی میکنیم. بعد همشون هم زناشون اومدن به من دادن، همشون. اونم کردم به خاطر اینکه پشت سرم حرف زدن. طلاق گرفته میگه آقا من زنش بودم، میومدیم پیش همچین گوی میخورد. من دوست دختر فابریکش بودم، بغل شما میومد، پیش شما میرفت همچین گوی. منم کردم که در عبرتی بشه کسکش دیگه این حرفا نزنه. یه بارم ها، بیشتر نه. قمارباز که هستم، قمارباز راست میگن. میاد میگه اینا دو زن حساب مردم رو خالی میکنن، کسکشا. زنتون رو گاییدم که این حرفا میزنید، اینقدر کم بود دارید. بعد این اتفاقی که دارم بهتون میگم بالای به ناموسم، یعنی به جون خودتون، بالای 100 تا انجام شده. آقا چرا رای دور میرید؟ یه آرشگر داشتم چونیه ممرزا، مون فرفریه چون بود تو کرونا، اجاره خونه نداشت بده، 10 تا اجاره خونه شو دادم، موتور براش خریدم، گوشی خریدم. یه دختره فن من بود، میومد رستوران، کیری بود، چمی دو جنسا بود. هی سمت من میومد، به محمدی چشمک زدم، با هم رفیق شید. با هم رفیق شدن، محمد رو انداختم بیرون. نه به خاطر دخترها، کلا دیگه کار نکردیم. خارکسه رفت تو دختره، گفت تو داووده دوز قاچاق دختر میکنه، اینو میکنه، اونو میکنه. بعد دختره گذشت یه جا دیدمش دم یه ساندویچی. گفت آقا داوود یادتونه من با این دوست شدم؟ گفتم ای شما اومدید منو ببینید. بعد چشمک زدم دوست، گفت آره فابریکی با هم شده بودم. چقدر پشت سر شما حرف میزد. گفتم اون چونی تو خونه من قلیون میزد، موهای منو میزد، موهای کیر منو میزد. بعد الان پشت سر من داره به تو حرف میزنه، به جون تو. اینقدر مردم کسکش کم بود دارن، کیرم تو کسه. دیدی از آلپاچینو یه چیزی میذارم، میگه من همونی هم که شما با دستتون نشون میدید من آدم لاشی هم، ولی خایه ندارید جلوم بگید لاشی، پشت سرم فقط میگید شما خودتون نیستید. الان یعنی میذارمش، بذار. خیلی بده، خیلی بده. آقا من ضعف دارم، زنم رو دوست دخترم نمیارم پیش شما. آقا آقای 1800 تا دارید منو میبینید، نمیارم پیش شما. چرا باید بیارم پیش شما بعد از اون بر برم پشت سر شما حرف بزنم؟ انقدر این ملت کسکشن، اینایی که دور من بودن. بعد فشار بهم میاد دیگه، اینا رو میشتم دیگه. منم اینجوری فشار بهم میومد، مثلا زنش طلاق گرفت و دوست دختر فابریکش طلاق گرفت، تو ببینی از کون میکردم. میگفتم از کون میکنمت، دردت باشه تو استخونت که کونی. همون جایی که پشت سر من حرف میزد زنش بودی، بعد میزدی تو گوشش. چون من اصلا نه تو رو میشستم نه اونو میشستم. اومدی یه چیزی خوردید رفتید، به جای تشکرتون کسکشا میشید در مورد من حرف میزنید. از این حرفا خیلی بوده. یکی میگه بسپار اینا رو به خدا. خدا مگه بیکار اینا رو بسپاریم تا من هستم کیر تو کسه همه کسیشون کنم؟ اینجوری اصلا خیلی بده، اصلا پشمام میریزه. 100 تا پرونده دارم، شما 80 تاشون رو تو فضای مجازی بغل من دیدید. اون یکی که زنشو بردم پسون برای زنش گذاشتم، چون برای زنش گذاشتم، ابروهاشو کشیدم، لامینیت کردم، همه کار براش کردم، کسکش رفته نشسته پشت سر ما هزار طرف زده. یه بار بهت گفتم ریش جوگندمیه، مواد جوگندمیه، این دفعه کیر میکنم تو ریشه تا امیرا. یه بار دیگه عکس تو این پایین ببینم، ببینم مینویسی لایو این نظامید بینم کیونی. گوه دیگه نخور چاقال بد هیکل گوزو تاپاله. یه بار ازت تعریف کردم پررو شدی. یا بازی من این چیز تو نمیتونم بکنم. دوستتم تو لایبه؟ محمد جون عشق منی، فدات شم داداش منی، یکی خودت یکی داداش.
داوود جان. یا مثلا این دخترایی که خارکوسب بغل ما میرن شروع میکنن همه پشت سر ما حرف زدن. کسکشو تو بغل ما بودی، داوود برند بود، داوود نامبر وان بود، داوود سلطان بود، داوود بهترین آدم زندگیتون بود، بعد کسکش ها من میرم میدی دشمنامو تگ میکنی. البته دشمن من یه دونه امیر تتلو که به این حرفا نمیخوره. امیر تتلو کیونه؟ امیر تتلو اندازه قلیون منه، بدبخت اونم بود. یه جا افتاده تو این استانبول تتمتو سر کلش کونش زده اون وحید چه، ولی به خاطر وحید، حالا وحید شاید بدبخت حالا رفته ایران زندان گرفتار شده یه ذره اوضاع و احوالش مثلا چیزه، به خاطر وحید دیگه با امیرت کاری ندارم دیگه. همه میتونن بغل من آهنگ تتلو گوش کنن، هیچ کی خواهی نداشت بغل من اون آهنگ اونو پلی کنه، به جون تو به خاطر وحید اونو میبخشم. ولی مثلا خارکسا میزنم تو کونتون، مثلا خاک تو سرتون، مثلا فکر کنم من بزنم تو کونتو فردا بری بغل امیر تتلو، بزنم تو کونتو بری بغل ایکس ایگری، خاک تو سر اون دختر، مثلا فکر من ناراحت میشم. آره بابا کسکش میایم بغل ما تو قبله ما نماز میخونید بعد کیونی ها میرید. این چرا یه گوشم افتاده آقا؟ این مدلشه یا نه تصفیده؟ همون وحید خزایی بعد تو رو بکنه ندا، من به درد تو نمیخورم. بچه پیج ندا رو بفرستید برای وحید خزایی کارشو ببنده. نه دیگه به خاطر وحید دیگه بهش خوش نمیدم به قرآن. کاری با تتا میگم دوروری های ما انقدر دختراش هم اینجوری لاشی هن. تنها دختر خوب فقط پارمیس بوده. دونه جمعه کمپوت لاشی ها. سوا دختر خوبیه بهش خوش نمیدم. رفته آش پیش تتل و متل و دیگه ولش کن سوارم. سوا هم دختر خاله رفتی که رفته. پرستش هم دختر خوبیه. پرستش سلطان آشولاش هاست. بعد دیگه کی بود؟ پرستش بود، دنیا بود، سوا بود، پارمیس بود. اون یکی دختره که اس نبر، اون کسی نبود، اون دو ما کلا ما بود، اون دستگرمی بود. به خدا اینا آدم دوزاری ان، یعنی مثلا بشش توشون. نه تطلو هم پسر خوبیه، یه کاری باش ندارم. خودت با وجودی مرسی عشقم. سرگروشی هم دختر خوبه، دوست دختر من هم سر رفیقمه، 20 سال با هم رفیقه، قبل این کیزم بازیگرشی رفیقمه، دختر خانومیه اونم، اونا زندگی خوشه، من در مورد اون صحبت نمیکنم، دختر خوبیه، دختر با احترامیه. سیامک چطور؟ سیامک تو سیامک خودمونی؟ اه بابا یزید تو کجایی؟ سیامک دایرکت بده، تازه شناختمت سیامک، بچتمون ماشاءالله ماشاءالله چقدر بزرگ شدی بابا، خودت که بزرگ بودی بچه دار شدی. قربونه آقا امید، چقدر پسر خوبی هستی تو، ماشاءالله به اون صورتت، ماشاءالله ماشاءالله به مادرت که همچین بچه یه به دنیا آورده. اتفاقا امید تتلان بچه خوبیه. ببین آدم های معروف یادتون باشه کسکش ها میان سر سفرهشون میخورن پسر و دختر، موقعی که سیکتیرشون میکنی من داشتم 100,000 تا تو زندگیم، میرن دشمن میشن. من منظورم به نه سحر قرشیه نه چیزیه، کلا دارم میگم بغل ما یارو سر سفره ما میشینه پسره، بعد میره میشینه چند هزار تا عکاس من، آرشگر من، نمیدونم ماساژور من، خانوم بیار من، خونه تمیز کنه من، از خونه مینداختمشون بیرون. کسکش میرفت میشستن داوود نمیدونم کوکائین میزنه، کسکش من موادی هم مگه، من اصلا میزنم بزنم تو گوشی میزنم، آخ داوود دزه، داوود کلاورداره، داوود قاچاق کیرخر، اینا از اون خارکسته بازیشون اینا رو میزنن چهار تا فالوور بگیرن. یارو 20 روز فوش میده میبینه اه فقط اومدن نگاه کردن، مثلا داره مثلا به تتل، به داوود، به حسن، به حسین فوش میده، میان چند روز نگاهشون میکنن بعد میرن. یارو داره خودتو خراب میکنی کسکش، بعد دو سه سالم میگذره یارو یه جا میبینی میگی داداش پشیمونم، به خدا ناراحت بودم چون من از تو خونت بنداختی بیرون، دیگه دریچه رحمت رو من بستی، دیگه کیرتم من حساب نکردی، من مجبور شدم تو فضای مجازی به تو فوش بدم، گو خوردم این کارو کردم، صد تا شکف استانبول است بی بتون نشون بدم خواهقه به من خیانت کردن. شتلم همین، تتلم همینه، میگم شتل
از قبل عزتش کردم. اونم مثلا چهار نفر دورش جمع میشن میان سفرش غذاشو میخورن نونشو میخورن کس کلک بازیشونو در میارن جنسشونو میکشن میرن میشنن با یارو دشمن میشن، چه کاریه؟ یا اون پسره نشسته نوشته تو دخترها رو میزنی، دخترها رو کچل میکنی، پوست کسشونو میکنی، تو گو میخوری میری خونه اون که همچین بلایی سرت بیاد. آقا الان چاقو تو سرتو گذاشتم تو اومدی اینجا، اینجا بهت بی احترامی شده؟ قبلش اینجا 300 نفر در مورد من به تو حرف زدن، تو منو دیدی؟ حاضری الان یه تار موه منو به اون 300 یه تار من نیفته 100 تا اونا بمیره؟ نمیره؟ همشون بمیرن. میشنوی؟ چون آدم بدی نبودم. الان اوکی ام فردا سر رابطه عشق عاشقی بهشون مشکل بخورم بری بشینی در مورد من حرف بزنی. مثال اون به سفره پدر مادره، اون سفره پدر مادرت اگه درست باشه نمیدونی بشینی پشت سر مردم حرف بزنی. کسی که یه جا نون خورده، آب خورده، غذا خورده مگه میشه بره حرف بزنه؟ رفتی؟ دختره در خطره؟ نه بابا. آفری آفری بابا عصبی نشو. عصبی نمیشم دارم با تون حرف میزنم. رحمت به شیری که خوردی. قربونت برم قاره نقطه به اچ بیچ. من همیشه دیدم هزار نفر تو سفرت بودن از قدیم. مثلا این آقایی که الان خود آقا بهرام پسر خیلی خوبیه، مثلا بهرام 20 سال سر سفره من نشسته، اینی که تگش کردم 20 سال 4 تا زن طلاق گرفته دادم، 4 تا زنم جورابشو میشوز، لباسشو میشوز، قضا براش جلوی من میذاشت، جلوی این میذاشت. این یار وفادارم بود ایران، همش با من بود، فراری بودم با من بود، تو صفا بودم با من بود، دختربازی میکردم با من بود. ماشین اون موقع گرونترین ماشین 2300 میلیون بود، الان شده 10 میلیارد. ماشین 2300 میلیونی سوار میشدیم با من بود، نمیدونم بنزو میخریدیم 150 میلیون، نمیدونم آفرین قربونت برم شیما جونم، تو هم خانومی. بهرام 4 تا زن، آره بهرام 4 تا زن منو دیده بود، 4 تا زن بهش خدمت کردم به خدا، یعنی عزت احترام. من اینجوری هم دیگه میای خونمون نمیشه داداش بیاد بی احترام میکنن که. لباسامو دیشب پوشیدم، لباساتو عوض کن، خفش کیرم تو دهنت. به من نمیخواد یاد بدی من چی بپوشم چی نپوشم. سکش بده به من. مالزی دیدمت، مالزی سال 2009 مالزی بودم. مالزی هم مگه بودی؟ دانشجو بودی اونجا آرش محمدی؟ نه من زن دیگه ندارم، زن نمیگیرم دیگه. اتفاقا امیر تتلو پسر خوبیه دیگه، من حامی امیر تتلو هم دیگه، بهش فش ندید، پسر خوبیه. بچه اون دختری هم که یه ما پیش تو زندگی ما بودم اسمش نگیرید تو رو امام حسین، زشته. من فوش بد میدم پدر مادر مرد زنده نگیر، جون مادر دستش کسی رو نگیرید. استانبول دیدم چند بار، دمت گرم. زندگی لاتی برا زنده ته، قربونت برم. حکم لباسم بازه، ولش کن بابا بذار باز بشه داشت. امیر زاهد پسر خوب، چه پسر باشرفی این پسره. اینو هر موقع من تو لایو میبینمش این همیشه از ما تعریف میکنه. قربونه آقا برم، عشق منی. چرا صدات عوض میشه؟ صدای من آروم صحبت میکنم اینجوریه، بعد مثلا اوج میگیرم یه ذره از کلوفتی در میاد. آبو جان الان کجایی؟ من استانبولم. یه هفته دیدی با تتلو فیت دادم، ما هم دیگه با هم آهنگ خوندیم. به قول هزینه یا گنگ سادات،
قدیم چه لفظایی میمدم الان دیگه دنبال بخوام چهار تا لفظ بگم باز همه بیفته دهنشون، حوصله دیگه ندارم. لفظ بازی من خودم مود کردم تو اینستاگرام عشقم. داداش هفته قبلی رستورانت بودم نبودی؟ ولی اینستاگرام چه خوبه، راحت همه رو بلاک میکنی. تا حالا الان با اتون دارم صحبت میکنم 100 نفر رو بلاک کردم. لفظت کل چی؟ لفظ گل من یادته؟ گل من، گل من به همین گفتم، گل من، گل من یا گنگ سادات، چه کهکشانی نمیدونم هزینه داره که با اون مد شدیم خودمون. من میتونم بشینم هر روز ویدیو از خودم بگیرم، یکی باز مثل یه ویدیو مثل هزینش وایرال شو، یه دونه آدم میده شیک، با یه دونه معروف شدی برو عقب دیگه، یه گوشو نیار بالا صحبت کن آدم، یه دونه مثلا یا گنگت بالاست آفرین، بچه‌ها چه همه رو یادشینه، آفرین 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 آفرین. تو کنات باشی تو تطلو با هم میشی ترکیب کرکشانی. این مسخره بازی ها تو مزیزی پخش میکنی چی میگه ترک ها با ایرانی ها مشکل پیدا کردن بابا چی؟ قربون آقا علی کرمی ماشالله. داود تو گنگ نیستی، خدنگی. میدونم داش تو سلطانی، تو اینجوری رفتی تتو زدی امیر قبادی به جون مادرم، تو سوراخ چونت هم تتو بزنی میبینی من قیافم چقدر خوشگله، به جون تو من چون تو میخورم بعد به تجاوز میکنم. امیر قبادی چونی تتو زدی ترسناک چی؟ این موقعی که من این تتو فول میزدم دستم رو زده بودم، اون موقع من 15 سالم بود، میشه 18 سال پیش. 18 سال پیش ببین تو کجا بودی؟ من موقعی که یه دستم رو مثلا تو تایلند زدم، این دستم رو تو مالزی زدم، اون موقع تو کجا بودی؟ جون مادرت کجا بودی؟ چونی؟ رفتی از گردن تتو زدی تو پایین چاقال، چونت هم یه تتو بزنی باز تو ترساک نمیشی، من تو رو میخورمت. حالا یه دونه دیگه بنویس، الان عکس تو برمیدارم محل تو پیدا میکنم میدم 30 تا چاقو تو چونت کنن چاقال. من بچگیام چون زیاد کردم ها، هنوز تو خونم هستا، نگاه نکن قیافم خوشگل، مشکل برای دخترم، تو رو میکنم. آقا کیارش فرهانی، لات جنوب شهر، سلطان جوادیه، داداش ما بی خطرم نیستیم آقا فرهانی، داداش منی داداش، کیارش خودش لات فنیه، میگم یه جا بگیرتت با چونش بشینه تو دهنت خفشی، سنگین وزنم از 145 کیلو لاتیه جیگره، میگم برینه یفه تو حلقت چونی. بیا اینم میسمه، این ناشنواه، این میسم هم لاتیه بچه جنوب شهر شابدالعظیمه، میدم میسم هم بششه تو دهنت. این میسم برو پیجشو ببین با همه لاتا عکس داره، به خدا عکستو میذارم دو دقیقه دیگه بچه ملات فیلم پسی خوردنتو میفرستن. چاقال رفته تتو زده لخ شده خوارتو گاییدم، فکر مثلا اینا تتوه اینجوری. تو چونی؟ تو چه یاکوزایی هستی؟ خارکوسه من سه تا ورود ژاپن دیپورتی دارم. کیارش جون من بیا بالا بهشون بگو ما کیم. کیارش کیارشم تازه آزاد شده داشمون وسط جوادیه چرخوندنش این بی دین و ایمونا. دیگه رفت چاقال، دیگه رفت چونی، ما لاتی لاکچریم دیگه، توی لاکچری بازی هم یه لاتی هم داریم، یه دفعه ریدم تو دهنت آقا بسن. بیا بچه امامزاده حسن اینا منو میشتسن. آقا سیامک شما یه ذره توضیح بده لاتی ما. کجا پیام داد کسکش زنجنده؟ ببین پیام داد یه عکسشو بردارم بذارم اینترنت بگم این آدرسش کجاست خارجنده. وای سوی 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 چونی خوش رو رنگ کرده نمیبینمش. میخندی چرا؟ نخند چونی، برو لباس تنت کن، یه زنجیر اشور ژاپن هم انداختی گردنت، نخند پلشت. تو بچه هر کجا باشی بزرگ بخشتون منو میشیزه،
بچه اردشیر باشه میدم میکننش تو اردشیر. از 20 نسل تو اردشیر منو میشستم تا لاتای الانش. به قرآن میدم ببرن شب بهش تجاوز کنن. میرم من لایو میرم دیگه. میرم یه ذره قلیون بکشم. شب باز لایو داریم. زیر سپیکم بعد قطع کنم. لاتی میریم جلو. دختربازی میریم جلو. سوسو.